أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. چند تا بحث در این آیات مونده است که طرح بعضی از اونها هنوز زود است. با این است که آیا این به نحو قضیه حقیقیه است یا خارجیه، یعنی وظیفه رهبران اسلامی این است که همیشه با اهل کتاب به جنگن تا جنا جزیه بپردازن، یا این به نحوه قضیه خارجیه که مربوط بوده به همون یهودی ها و مسیحی های صدر اسلام که مزاحم حکومت اسلامی بودن و با مشرکین در پیوند سیاسی مرموز بودن، که این باید در بخشای آینده مطرح بشه. اون چه که فعلا مطرح هست آن است که برخی ها احتمال دادن این آیه جامع بین اهل کتاب و مشرکین باشه، که جامع اینا کفر است. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ناظر به مشرکین است. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق ناظر به اهل کتاب است. قهرن این من الذین اوتوا الکتاب بیان همین جمله اخیر خواهد بود طبق این احتمال، نه بیان جمله اول و دوم که مجموعه صفاتیات شده با این بیان بشود. ببینیم این احتمال به مرحله نهایی میرسد یا نه، که قهره این آیه جامع بین مشرکین و اهل کتاب باشد و جامع این هم عنوان کفر است. اگر چنونچه این ناظر به امر به قتال مشرکین و اهل کتاب باشد، اونگاه قایتش که اعطای جزیه است این شامل هر دو گروه نخواهد بود، زیرا از مشرک جزیه پذیرفته نمی شود. قهرن نمیتوان گفت این آیه ناظر به هر دو گروه است، که لا یؤمنونه مربوط به مشرکین و لا یحرمونه مربوط به اهل کتاب باشه، برای اینکه ظاهر غایت این است که اگر جزیه دادن قتال نیست، در حالی که از مشرک جزیه پذیرفته نمیشه. و اگر اصرار داشته باشیم بر اینکه این آیه ناظر به هر دو گروه است، باید این حتی یعطل جزی یعنی یدن و هم ساغرون را مخصوص قید اخیر بدانیم، جمله اخیر بدانیم، یعنی با مشرکین مقاتله کنید مطلقا و با اهل کتاب مقاتله کنید محدودا به حد جزیه. به این تفکیک هم خلاف ظاهر است. بنابراین ظاهرش همان است که تمام این صفات مربوط به اهل کتاب است. البته اون احتمالی که گفته شد باز ممکن است از او دفاعی بشود در بحث‌های آینده. مطلب دیگر اون است که این من الذین اوتوا الکتاب همونطوری که قبلا بازگو شد برای تبیین است، نه برای تبعیض. نظیر فشتن و رجس من الاوثان، که رجس از اوثان است، یعنی رجس وثن است و وطن رئیس است. اینها هم کسانی که مؤمن نیستن، محرم نیستن و مستعین نیستن، مدر لذین اوتوا الکتاب هست که بیان باشه. سه تا وصف بر اونها ذکر شده، که اینها به مبدأ و معاد معتقد نیستن. یکی اینکه محرم الله و رسوله را تحریم نمی کنن،
این که به دین حق متدین نیست. راجع به این که اینها به مبدا و معاد معتقد نیستن قبلا بحث شد، برای اینکه آیه بعدی تأیید میکنن این مطلب را که یهودی ها قائل شدن که عزیر ابن الله است، مسیحی ها قائل شدن که عیسی علیه السلام ابن الله است، در حالی که الله لم یلد و لم یولد است. پس اون اله واقعی که لم یلد و لم یولد اینا ایمان ندارن، اون که والد میشود و عیسی فرزند او میشود گاهی عزیر فرزند او میشود گاهی دیگر، او دیگه اله نیست. در حقیقت اینها به اله معتقد نیست. از این جهت میتوان گفت اینها مؤمن نیست و قیامتی هم که معتقدن اون قیامت واقعی نیست. قیامت واقعی است که لا ظلم الیوم، هیچ گونه امتیازی در قیامت نیست، در حالی که اینها به قیامتی معتقدن که میگوین لن تبستن النار الا ایام معدوده. خب اگر شما سالیان متمادی معصیت کردید، به دنبال گوساله پرست رفتید و شرک ورزیدید، با انبیا مبارزه کردید، چگونه لن تبستن النار الا ایام معدوده؟ پس به یک معادی معتقدن که وجود ندارد. اون معادی که وجود دارد اینا معتقد نیستن. همون اشکالی که درباره مبدا بود درباره معادم هست. اما لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق، برای اینکه تکرار نشود میشه اینجوری معنا کرد که لا یحرمون ما حرم الله و رسوله در دین خودشون ولا یدینون دین الحق، نسبت به دین اسلام، نه به دین خودشون عمل میکنن نه به دین اسلام، نه اون چرا که خدا و پیامبرش که موسی کریم سلام داره یا عیسی مسیح علیه السلام باشد اینها معتقدند و عمل میکنن، نه به دین حق. خلاصه هم برابر جدال احسن محکومن، هم برابر برهان. برابر قرآن محکومن برای اینکه دین خاتم دین قرآن کریم است. به قرآن تحدی کرد، فرمود که این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این معجزه خالده است. اگر شک دارید که این قرآن کلام الله است، مثل این یه ده سوره یا یک سوره مثل این بیارید، این در برابر این تحدی عاجز شد. پس قرآن کلام الله است و وحی الهی است و دین خاتم. این برهان است. پس اهل کتاب نسبت به دین خودشون لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، نسبت به دین اسلام لا یدینون دین الحق. اگر از در برهان باشد بد به دین حق مستعین بشود، در حالی که لا یدینون دین الحق. اگر از در جدال احسن باشد باز محکومند، یعنی قرآن فرماید به این که شما که اسلام را قبول ندارید، دین خودتون رو دین خاتم میدونید و دین حق میدونید، باید برابر دین خودتون عمل بکنید، در حالی که برابر دین خودتون عمل نمیکنید. پس اگه برهان است باید به دین حق مستعین باشید که نیستید. اگه طبق جدال احسن است باید برابر دین خودتون عمل بکنید که نمیکنید. نه تابع دین منسوخید نه تابع دین ناسخ. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله در باره دین منسوخ، ولا یدینون دین الحق در باره دین ناسخ. اگر ما نتوانیم برای او یه وجه جدا ذکر بکنیم، میگیم برای اهمیت اسباب ذکر عام بس خاص یا جامعه گیری به مانند آن است. اما اگر احتمال بدیم که هر کدام ناظر به یک مسئله جداگانه باشد که اولاست. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، این ناظر به دین خودش. ولا یدینون دین الحق، ناظر به دین خاتم. از در معرفت شناسی اگر اینا بخواهند رو برهان سخن بگویند محکومند، رو جدال احسن سخن بگویند محکومند. خب ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اینا جزی کسانی هستند که کتاب به اونها داده شده است. اینها یعنی یهودی ها در درجه اول و مسیحی ها در درجه دوم، اینا دشمن مرموز و مستوری بودن برای اسلام و می گفتن به که درگیری اسلام با شرک
باعث بشه خود اسلام از بین میره، مسلمین در هم کوبیده بشن، دیگه نیازی نیست ما وارد مبارزه بشیم. فقط در حد جاسوسی و کارشکنی های مقطعی و کمک مالی و اینا داشته. بعد از جریان فتح مکه به یدخلن فی دین الله افواجا، به شکست مشرکین، به حکومت اسلامی در سراسر حجاز، اینا دست به کار کرده است. وگرنه قبلا یهودی ها و مسیحی ها رو در روی اسلام نبودن که کاملا بجنگن. جریان یهودی بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع از یک سو، مسیحی های تبوک از سوی دیگر، اینا که دیدن اسلام در حجاز دارد حاکم می شود، اینا دیگه شروع کردن. وگرنه در تلیعه امر که وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه حکومت تشکیل دادن، این اهل کتاب خیلی رو در روی مسلمان‌ها قرار نمی گرفتن. کمک مالی می کردن مشرکین رو، جاسوسی می کردن، رابطه مرموز و دستور داشتن، اما یه عداوت مشهور داشته باشن سعی می کردن که نباشن. می گفتن به این که همین که مشرکین در برابر مسلمین ایستادن به اسلام با شرک می جنگد، دیگه لازم نیست ما دخالت کنیم. اونها بله، اون اهل کتاب، من اهل امت کتابه، امتون قائمتون یهدون الله، اونا مؤمنون میشونن، اونا که منزهن از این که لا یحرمون ما حرم الله باشد، که اونا کسانی هن که قرآن کریم خیلی از اونا به تجلیل یاد کرده و سرانجام اونها موحد هم شدن، مسلمان هم شدن. خب لذا اگر کسی هم جزیه بدهد وقتی که اسلام و اونها دستور جنگی ندارد، دین خودش عمل میکنن، یحرمون و محرم الله و رسول رو باشن، قرآن از اونها تجلیل میکنن، ولی سرانجام همون گروه موحد شدن، مسلمان شدن، اسلام آمدن، هیچ لجاجتی نداشتن. خب بنابراین این که فهمت حتی یعطو جزدن یدن به هم ساغرون، نشانه آن است که تمام این گروه ها اهل کتاب هست. این انیدین را برخی ها خواستن که فقهی ازش استفاده کنن که اعطای جزیه توکیل بردار نیست، یا خودشون با دست خودشون باید بدن تا یه ذلتی رو احساس بکنن. اگه معنای انید یعنی مباشرت باشه، تصویب در کار نباشه. وجوهی رو مستحضری تو کتاب ها فقهی مخصوصا تو شهر دومه اینا نقل کردن که این باید در حال احساس ذلت این کار رو بپردازد، که با شوکت اسلامی اینا هرگز در نیفتن. سرش این بود که اینها یکی پس از دیگری بعد از شکست مشرکین خودشون عرضه کردن، همین یهودی های بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، اینا و لشکرکشی اسلامی طرف غزوه تبوک هم با مسیحا درگیر شدن بودن. مسیحی‌هایی که در شام بودن از امپراتوری روم کمک می‌گرفتن، اونا قصد حمله جدی داشتن. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعزام کرد این نیرو را به طرف تبوک که جلوی مسیحی‌ها را بگیرن. قرض آن است که اهل کتاب اون سرزمین، خواه حجاز خواه مجاورش یعنی شام، اینا مادامی که اسلام درگیر شرک بود، مسلمان ها با مشرکین می جنگیدن، اینا مستقیمن دخالت نمی کردن، گفتن بگه خود مشرکین بر اینا بس، فقط در حد تأیید و جاسوسی اینا می کردن. ولی وقتی اسلام در حجاز فاتح شد، مکه فتح شد، یدخلن فی دین الله افواجا ظهور کرد، اینا جمع کردن یکی پس از دیگری. در چنین فضایی فرمود با اینها مبارزه کنید، حتی یعطو الجزیه عن یدن وهم صاغرون، که دیگه اینا احساس حقارت و ذلت بکنن در کشور. و برای اینکه مسئله خوب تحلیل بشود و مسلمان ها انگیزه دبر داشته باشن، فرمود به اینکه حرف اونا اینه: قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. این که ما یه حکم مشترکی بین مشرکین و اهل کتاب صادر کردیم مگر در مسئله جزیه و مانندیان، و گفتیم با اینها مبارزه کنید، بر این که ذالک قولهم به افواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. اینها شبیه حرفای مشرکین رو میزنن. قبل از اینها مشرکینی بودن که همین حرفا رو میزدن،
منتها مشرکین چون به نبوت معتقد نبودن نمی گفتن که فرون انسان فرزند خداست، چون اینها نه به موسی معتقد بودن نه به عیسی معتقد بودن، اصولا با نبوت عامه مخالف بودن، می گفتن بشر پیغمبر نمی شود، هیچ ممکن نیست بشر بتواند پیغمبر بشود. اگر موجودی پیام خدا را بخواد بیاورد فرشتگان هم. در حقیقت به رسالت فرشتگان معتقد بودن، اما نه رسالت تشریعی که مثلا یک شریعت فرشته برای کسی بیاره. حد فرشته این است که پیام خدا را دریافت کند و برسند، این ممکن هست. و فرشته ها هم فرزندان خدا هستند، منتها فرشتگان دختران الهی هستند. این که مشرکین میگفتن به این که فرشتگان بنات الله هستند و اهل کتاب میگوین عیسی ابن الله هست، عزیر ابن الله هست، این شبیه من. اون که فرزند دارد خواه پسر داشته باشد خواه دختر، دیگه نمیتونه اله باشه. پس همونطوری که یهودی ها با مسیح شبیه دیگر فکر میکردن، اون که میگوید عزیر فرزند خداست با اون که میگوید عیسی فرزند خداست شبیه دیگر فکر میکنن، تشابهت قلوب ها. اهل کتاب هم که میگوین عزیر فرزند خداست مسیح فرزند خداست با مشرکین که میگوین فرشتگان فرزند خدا یکسان فکر میکنن. یزاهعون قول الذین کفروا من قبل قاطرهم الله ان یعاقبهم. در بحث های گذشته جریان حرف مشکین مطرح شد که برای ذات اقدس اله فرزندی قائل بودند. سوره مبارکه انعام آیه 100 و جعلوا لله شرکا الجن، یعنی جعلوا جن را شرکا لله و جعلوا لله شرکا. اون شرکا کی هستند؟ الجن. این جعل دو مفعول میگیرد، این جن را شریک خدا قرار دادن. و جعلوا لله شرکا الجن، یعنی شرکا الجنه، این دو تا مفعول مفعول جعل است، جن را شریک خدا قرار دادن. خب در حالی که ذات اقدس اله این شرکا و این جن را آفرید و خود اونها را خلق کرد. و خرقوا له بنین و بناتن و غیر علم سبحانه و تعالی اما یصفه. خلق کردن یعنی ساختن، اینطور نیست که یک ریشه علمی داشته باشد. پس مشکین برای ذات اقدس اله بنین و بنات قائل بودن. حالا باید دید که اون بنین کی هستن که مشکین برنان بودن. پس کفار یعنی یهودی ها و مسیحی هایی که برای خدا فرزند قائلن، یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، در این جهت شبیه مشرکینن. منتها مشرک وحی و نبوت و قیامت را رأساً منکر است، ربوبیت های جزئی را هم منکر است. اهل کتاب وحی و نبوت را قبول دارند، ربوبیت جزئی را قبول دارند، لیکن در جریان ربوبیت هم گرفتار شرکند، چون که در جریان اتخاذ ولد هم گرفتار شرکند. در جریان اتخاذ ولد گرفتار شرکند از این جهت که مشرکین برای خدا فرزند قائلند، اهل کتاب هم برای خدا فرزند قائلند. یزاهعون قول الذین کفروا من قبل. جریان ربوبیت هم شبیه مشرکین هم، برای اینکه مشرکین بت‌ها را رب می‌دانند و اهل کتاب احبار و رهبان را به ربوبیت گرفتن. یه رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی عبادی در داخله اهل کتاب رسوب کرده است که در سوره مبارکه آل عمران بحث مبسوطش گذشت که این رژیم ارباب و رعیتی را قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران کلن نفی کرده است. منظور از این ارباب و رعیتی همون ارباب و رعیتی فکری فرهنگی و دینی است، یعنی کسی تابع فرمان دیگری باشد در مسائل اعتقادی. خب در آیه 100 سوره مبارکه انعام فرمود و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بناتن غیر علم
سبحانه وتعالى ما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. که همه این اوصاف کمالی، چه اوصاف ثبوتی چه اوصاف سلبی، میتواند حد وسط باشد برای برهان نفی ولد. این نفرین الهی است که در حقیقت خشم خدا را نشون میدهد و باعث زوال اینها و هلاکت ایناست دیگه. خب نظیر اون که در باره ولید و امثال اونها فرمود. مطلب دیگر اون است که این که فرمود یوزاه اون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یفکون، یک مزاحات دیگر و مشابهت دیگری هم بین اهل کتاب و مشرکین برقرار میکنند و این است که اگر مشرکین گرفتار شرک در ربوبیت بودن، این اهل کتاب هم گرفتار شرک در ربوبیت هستند. برای اینکه اتخذوا احبارهم یک و رهبانهم دو و مسیح ابن مریم که مخصوص مسیحی هاست اربابا من دون الله، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، یعنی اتخذوا المسیح ربا. فما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اینا از این جهت اشرکو تعبیر نمی کند، یشرکون و مشرکون و اینها در باره غیر اهل کتاب هم آمده، مثل که در باره مؤمن هم آمده که ما یؤمن و اکثر هم به اله الله و هم مشرکون، ولی به عنوان یک فرقه رسمی که در سوره مبارکه حج اینا را تفصیل داد و هم جدا کرد به عنوان والذین اشرکو دیگه شامل هیچ کدام از اینها نمی شود. در اون آیه فرمود ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین والرجوسا والذین اشرکو، که این شش گروه کاملا از هم جدا یفصل و بین هم یوم القیامه. این به عنوان والذین اشرکو که گروه مستقلن با این تعبیر بر هیچ کدام از این فرق خمسه منطبق نمی شود، اما یشرکون مشرکون و مانندون اطلاق می شود، مثل این که سبحانه و اما یشرکون دارد ما یعبدون اکثرهم به الله الا و هم مشرکون که در باره مسلمان ها وارد شده مؤمنین دارد، اما عنوان اشرفو که یک فرقه خاص باشن در برابر فرق پنجگانه، این فقط مخصوص مشرکین و پرستان. اگر چنون که انجیل فعلی این چنین نیست، چون انجیل فعلی تقریبا تقریرات دروس اصحاب عیسی سلام الله علیه است، خودشون هم معتقدن که این انجیل کتابی نیست که وجود بارک عیسی بوده باشه، اینه تقریرات درسی از عیسی است. اگر چنین چیزی در مسیحیت نبود اینا قوغا میکردن، در حالی که هیچ اعتراضی او وقت نکردن. صریحا قرآن کریم اعلام کرد که یهود قائل است به اینکه عزیر ابن الله است، نصارا قائل است به اینکه مسیح ابن الله است. ارتباطشون با احبار و رهبان این است فهم عهدین، فهم تورات، فهم انجیل مخصوص کلیسا بود، کسی حق نداشت انجیل بفهمه، کسی حق نداشت تورات بفهمه. اینطور نیست که در نظیر قرآن باشد که دعوت بکنید بیایید درس بخوانید قرآن بفهمید، درش روی همه باز است، هیچ من اینیست. هر کسی بخواهد درس بخواند عالم قرآن بشود، نه تنها محضوری ندارد بلکه مورد ترغیب هم است. و اما برای اونا این چیزی نبود که هر کسی بخواهد درس بخواند انجیل بفهمد، فهم آن است که کلیسا بفهمد فتوا بده. خب بنابراین اینا در فهمیدن در احکام در حکم دینیشون برده فهم کلیسا بودن. این یه نحو ارباب و رعیتی فکری و فرهنگی است که هم در سوره مبارکه آل عمران به صراحت نقل شده است، هم اینجا تقویت شده است. اونجا که ما کان بشر اندی اتیا الله را حکم و کتاب و نوبه ثم یقول للناس کون عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون،
بعد هم فرمود و لای امرکم ان تتخذوا الملائکة نبیین اربابا ای امرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. فرمود پیغمبر را به عنوان رب بخواد قبول کنید، فرشته را به عنوان رب قبول بکنید، هر حالتی باشد ممنوع است. منظور از رب اینه که شما فکر اینا را بپرستید. خب پس از این جهت که مشرکین حرف احبار و رهبان را میپذیرفتند و وجود مبارک مسیح را هم به عنوان صاحب فرمان تلقی کرده بودند، از این جهت هم اینا گرفتار و شرک شدند، شبیه مشرکینن، شرک در ربوبیت. مشرکین خدا را به عنوان که واجب الوجود است، یک، به عنوان که خالق است، دو، به عنوان که مدیر کل جهان هستی است، یعنی رب الارباب است، رب العالمین است، قبول داشته است. در این سه مرحله مشرک نبوده. منتها در ربوبیت جزئی که حالا مشکلات انسان را خدا حل میکنه، باران را خدا میفرسته، دریا را خدا رحم میکنه، گیاهان و رویدنی ها را خدا به عهده داره، اینا را مشکل داشتن که بت‌های قائل بودند، که اونها اربابی قائل بودند که در حقیقت اونها کارهای این جهان را انجام میدادن و اگر کسی اون بت‌ها را عبادت بکند باعث تقرب الله میشود. اون بت‌ها هم این سنگ و چوب و گل نبودند، حالا یا ستاره‌های آسمان بودند، یا قدسین بشر بودند، یا فرشتگان بودند، اونا قربان ارباب بودند. بعد کم کم شد، اول عکس بود، بعد به صورت مجسمه، یا نه از همون اول به صورت همین تندیس و مجسم و اینا بود. مجسمه های اونها رو برای گرامی داشت ترسیم کردن و در برابر مجسمه اون بت‌ها رو خضوع می‌کردن. رفته رفته پیش جهله مشرکین خود این مجسمه شده بود، وگرنه اول این مجسمه‌ها به این بت‌ها را، این سنگ‌ها و چوب‌ها را نمی‌گفتن اینا ربوبیت ما را به عهده دارن. خب تحلیل قرآنی برای ایجاد انگیزه مبارزه با اهل کتاب از چند جهت شروع شد. یکی اینکه اینها در توحید شبیه مشرکینن، اینکه در مسئله ربوبیت هم شبیه مشرکین. اینا در اینکه ذات اقدس اله منزه از تولید است شبیه مشرکینن که معتقد نیستن، و از این جهت که حرف غیر خدا را سند دینی میدانن هم شبیه مشرکینن. اما حالا او مسئله سیاسی را در جاهای دیگه تبیین میکند که بالاخره اینها کسانی هستند که رابطه سیاسی با مشرکین داشتن و توطئه هم کردن و دشمنیشون مسئول بود، بعد فتح مکه مشهور شد، این را شد جاهای دیگه باز میکنن. در جریان مجوس روایتی تو بحث‌های روایی هست که لابد ملاحظه فرمودی، حتما این بحث‌های روایی را چون غالبا مطرح می‌شود ولو تصریح نشود ملاحظه فرمید. تو بحث‌های روایی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که آیا مجوس دارای پیغمبر بودند یا نه. ساب این را که تو المیزان هم آمده، گروهی از مجوسی می‌دونستند که گرایش به یهود پیدا کردند. صحابه اینه که در ایران خودشون رو تابع هستی یحیی میدونند و اهل کتاب میدونند و منزه از شرک میپندارند. در اون روایت دیگه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که آیا مجوسی ها پیغمبر داشتن یا نه. فرمود آری پیغمبر داشتن، برای اینکه وقتی جریان جزیه مطرح شد مشرکین مکه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد دادن که خب ما هم مثلا جریان جزیه را قبول داریم، همون جزیه مال اهل کتاب است، نه مال شما نیست. مشرکین گفتن که ما شما حالا با یهودیا و مسیحیا پیمان بستید، میگید اهل کتاب هستید ولی مجوس یه زرتشتی هستید و چرا با اینه پیمان بستید؟ و همونطوری که با مجوس پیمان بستید با ما هم پیمان بستید. حضرت طبق این نقل ابن مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اینا پیغمبری داشتن، کتابی هم داشت و بعض از خصوصیات کتاب رو را هم بازگو کرد. منتها پیغمبر رو شهید کردن و اون کتاب رو مثلا از بین بردن. اینا اهل کتابن و با شما مشرکین فرق دارن. برابر این روایت مجوس جز اهل کتاب خواهد بود.
و آیه سوره مبارکه حج هم همین نظر رو تأیید میکند که این فرق پنجگانه را یه طرف قرار میدن، مشرکین را یه طرف، یعنی مؤمنین و یهودی ها و صابعین و مسیحی ها و مجوسی ها را یه طرف قرار میدن، مشرکین را طرف دیگه اندازین اشتکو را طرف دیگه قرار میدن. معلوم شد که این هم مورد قبول هست. خب از اینکه یوده اون قول الذین کفروا من قبل، بیش از شرک در این مسئله ابن الله گفتن و برای خدا فرزند قائل بودن نیست. اما اینکه فرمود لا یؤمنون بالله ولا یوم الاخر به قرینه ولا یحرمون ما حرم الله، منوشی که ایمانشون صحیح و کامل نیست. وگرنه کسی که به خدا و قیامت ایمان ندارد از اون نباید توقع داشت که محرم الله رو تحریم بکنه، که از اون نباید توقع داشت که به دین حق گرایش پیدا کنه. که از این که فرمود اینا لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، یعنی ایمانشون کامل نیست. وگرنه اگر کسی مشرک باشه اصلا خدا و قیامت قبول نداشته باشه، دیگه درباره او نمیشه گفت که این لا یحرم محرم الله. خب اصلش قبول نداره، تحریمش هم قبول نداره دیگه. وقتی اصل و اسطوره و افسانه پپین داره دیگه، او متدین نخواهد بود. بنابراین اگر ما بگوییم من الذین اوتوا الکتاب، مخصوص این دوتا جمله اخیر هست، نه مربوط به صبر، یعنی لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر مال مشرکین باشد، بعدش مال اهل کتاب باشد، این چند تا شبهه هست. حالا باز ببینیم راه دیگری برای تقویت این احتمال وجود دارد یا نه. الحمدلله رب العالمین.